نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که طالبان باید پشتبانی مردم را از راه انتخابات و لوی جرگه ثابت کنند این دیپلمات اروپایی در یک گفتگوی ویژه با طلو نیاز می که عملکردهای طالبان مسئله بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست را به تاخیر انداخته اما سخنگوی امارت اسلامی میگوید که نیاز به انتخابات نیست نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که با مقامهای حکومت سرپرست درباره کار زنان، آموزش دختران، حقوق بشر، امنیت و حکومت فراگیر گفتگو کرده است. توماس نیکلاسون در گفتگو با تولونیوز میگوید که مسئولان کنونی باید ثابت بسازند که پشتیبانی مردم را دارند و این مسئله از رای انتخابات و لوی جرگه حل خواهد شد. آنان می توانند این را از طریق انتخابات و لوی جرگه ثابت کنند. آنان ادعا دارند که افغانها ما را حمایت می کنند. چطور می توانیم بفهمیم؟ آنان چیگونه می توانند این را ثابت کنند؟ اما چیزی را که ما می فهمیم و می بینیم این است که اوضای حقوق بشری بجز از چند استثناء به سوی مسیر منفی حرکت می کند. از سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست از پشتبانی گسترده مردمی برخوردار است زبیالا مجاهد می افزاید که نیازی به برگزاری انتخابات یا برنامه دیگر نیست اسلامی نظام د طول آرمان و دیده دی پر تلوی کل افغانان مبارزه کرد نو چوک دی پدی با باورد نخی او دیکی انتخابات تو زورت لرنو کنبل پروگرام موږ یې ثابت کولی ولسمون پیگی مگم پیگی سی میزان سنجش رضایتمندی و حمایت مردم از حکومت تنها با ابراز ارادی مردم و برگزاری انتخابات امکان پذیر است توماس نیکلاسون تاکید می کند که موضوع امنیت حکومت فراگیر و حقوق بشر بر روابط اتحادیه اروپا و طالبان اثر گذار است. توماس نیکلاسون به این باور است که به علت تصمیم های مسئولان حکومت سرپرست مسئله برسمیت شناختن به تاخیر افتاده است. راه را برای وارد شدن به گفتگوها با افغانهای غیر از طالبان دریابند و آنان را در حکومت دخیل سازند و با آنان حق بلند کردن صدا در مورد آینده کشور بدهند و پیشرفتشان در مبارزه با گروه های حراس افغان در داخل کشورشان ادامه دهند آنان بعضی پیشرفتها را در این راستا بدست دست آوردند و به حقوق بشر احترام بگذارند سخنگوی امارت اسلامی میگوید که دولت کنونی تمامی شرطها برای رسمیت یافتن را برآورده کرده است اما برخی از گروهها در تلاش هستند تا جای برای مداخلاتشان در افغانستان پیدا کنند همراه هستیم اینجا در استودیو با آقایان سید قریب الله صداد آگاه مسائل سیاسی و آقای دکتر محمد افغان رئیس جریان همبستگی ملت واحد افغانستان تا بیشتر روی همین موضوع بحث بکنیم بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی و آقای صداد اگر بحث را هم با شما آغاز بکنیم نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان مگه که طالبان باید <تصفح> با استفاده از لوی جرگه یا هم انتخابات ثابت بکنن که مردم پشتبانیشان را از حکومت فعلی نشان میده و این راه را باز میکنه برای تعامل جهان با امارت اسلامی چقدر واقعا نیاز است برای باز شدن گیری هایی که وجود داره تشکر به نام یاد خدای بزرگ و درود و سلام حضور شما همکار از عزیز شریک در بحث و بیننده های محترم ممنون شما ما به مشروعیت بین المللی اشهد نیاز داریم که با چه شکل ممکن توانیم مشروعیت جهانی را بدست بیاریم مشروعیت جهانی در صورت بدست ما میاید که ما مشروعیت داخلی یا اعتماد ملی را بدست بیاریم یعنی رضایت مردم، اعتماد مردم، همکاری مردم چرا که ای یک بخش نیست البته تحلیل های اما اروپایی ها یا خارجی ها یا یوناما، جدا از این موضوعاتی که اونا ماموریت دارن و ضرورت دارن صحبت بکنن چون یک کارمند هستن ماش میگیرن یا مامور هستن در این رابطه بر از وظیفه داده شده که شما چه کار کنید ولی حقیقت درست. است که ما چطور میتونیم مشروعیت داخلی را پیدا بکنیم رضایت مردم خود حاصل بکنیم قناعت مردم خود حاصل بکنیم وقتی که امارت اسلامی در بعض مجالس و محافل و موضوعات صحبت میشه مگه اگر حکومت اشرف رها نمیکرد ما آماده بودیم که با چنین شرایط یا چنان شرایط را احتمال داشت ما صحبت میکردیم یا بعدا حکومت هم شمول می ساختیم خب اما حکومت رفت اما کاری که به دل شما بود یا نبود یا امریکایی ها توتیه و دسیسه داشت و توتیه و دسیسه از بین رفت امروز تمام اختیارات در اختیار شماست او وقت اگر اشرف کابل میمون و مقامت صورت گرفت یا کدام کار میکرد با احتمال قوی 50 فیصد امکانات بود که شما تعامل بکنید ولی امروز صد فیصد همون موضوع اختیار شماست چطور میتونید مشروعیت داخلی را تعامل داخلی را تعامل با مردم را رضایت مردم را حل مشکلات حاصل بکنین که تا دهن از اروپایی ها و با اسلام امریکایی و خارجی بسته شوه دیگه نگوین که حکومت چطور کنن و مشروعیت از کجا بگیرند مشروعیت همی است که یک کس بتانه بهترین خدمات ارائه بکند مطابق قانون حرکت بکند با خواست مردم نظرش باشد و مشکلات مردم در نظر بگیرد در تعاملات بین المللی مسائل دقیق در نظر داشته باشد خو هر چیز برش یک تعریف ساختد که اصول است و قانون است و مقررات اسو و طرز عمل است و نیم فهم جهانی است و کانوانسون است جدا از او اصطلاحات بسیار بلند و بالا اصطلاحات آمیانه خوب لازم همین است که چطور رضایت مردم حاصل میتونیم در رضایت حاصل کردن رضایت مردم رضای الله هم حاصل میشه وقتی که رضای مردم هم بود رضای الله هم بود باز بمانم که خارجی ها هر چی که نظر دارن پیشنهاد دارن انتقاد دارن با اونا و... در وقتش آدم بس میکنه ولی با اگر ای با هیچ چیز صحبت مهم. نشود تعامل نشود رای حل پیدا نشود و ما بگیم ما به هیچ چیز نیاز نداریم نه با تعامل نیاز داریم و نه لای جرگه نیاز داریم و نه انتخابات میکنیم این به معنای عزیز که ما خدا باید با تقابل آماده بکنیم بسیار تشکر ممنون اقای آقای افغان اسلامی میدانیم از روز که حاکمیت را در اختیار گرفتن نماینده ای را معرفی کرد برای احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل بارها و بارها از کشورها خواست و با امارات اسلامی وارد تعامل شود ولی نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگه که برسمیت شناختن یک حکومت از سوی جامعه بین نیاز به شرایط داره که باید او شرایط را تکمیل کرد بحث قانون اساسی را مطرح میکنه بحث مشروعیت داخلی را مطرح میکنه که باید ثابت ساخته شود که مردم پشتبانی میکنه از این نظام چی از طریق انتخابات باشه چی از طریق لوی جرگه باشه چقدر نیاز است هرچند که امارات اسلامی حالا میگه که مردم پشتیبانی میکنه و نیازی برای انتخابات هم نیست بسم الله الرحمن الرحیم مرد حرمت خدمت شما و خدمت مهمان در بسجن جناب و یک سلام میخوایم داشته باشم و خدمت ملت افغانستان در هر گوش از جهان هستی کس رو میبرسم آرام و سهدمند باشن همراه اعضای فامیلای محترم شن. بسیار تشکر از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم خب متاسفانه افغانستان همیشه با فراز نشیب ها سردشار بوده و در طول 18 ماهی هم که امارات اسلامی در افغانستان حاکمیت گرفته تحمیل فشارهای اقتصادی سیاسی بالای ملت زیاد هست بارها از بد و آمدن امارت تا فعلا بارها برشان گفتیم که در حکومتداری وقتی که بر مبنای تطبیق شریعت هست حکومتداری امانت هست ما مکلفیت داریم بر اساس اصل حکومتداری در افغانستان به ملت مراجعه بکنین بله زمانی که تا می لحظه هم تمام سخنگوی های اسلامی میگن که ما حکومت داری را به زور نگرفتیم ملت افغانستان با ما بود وقتی که ملت افغانستان در طول 20 سال حاکمیت جمهوریت و حضور خارجی ها نان و خوردن خود با اساکر شما در قریه و قصبات تقسیم کردند و حاکمیت را آمدن گرفتین خب باز هم به ملت مراجعه بکنید و ایر اگر خارجیها پیرامونی موضوع بحثی را مطرح بحث میسازند او موضوع ماییسواری سیاسی است که او مطرح بحث میسازد اما اصل واقعیت ملت افغانستان هست که در اینجه حضور دارند او ملتی را که از اسلانغله تا ب طلخم از واخان بدخشان تا به نیمروز تحت انمی حاکمیت زندگی میکنند باید از او پرسیده شود که شما مبنای حاکمیت شما چی میخواهید مطرح بحث باشه و اگر ما دقیق تر بگین حاکمیت یک بحث است ملت بحث جدا و نظام بحث دیگه هست حاکمیت ها میای و میرن مشکلی شکلی که 21 سال قبل هم امارت اسلامی در افغانستان تحت نام طالبان حاکمیت داشت ما دیدیم که با آمدن خارجی ها و فشار ها و همکاری کشورهای همسایه حکومت را از بین رفت و 20 سال خارجی های حضور داشتند اگر ما بگین که خارجی ها ایر قبول نکردند و حاکمیت آ... 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 با قبول طبعا که قبول کردن اگر نمیکردن در طول 20 سال خانه کی خانه اعضای اسا آع کریمات آع اسلامی بود کیا او, او را حمایت کرد از کدام طریق در قریه و قصبات آمدن موفق شدن که جنگ های را موفق شوند ببرند. خو ملت برشان پناه داده بود این ملت امرشون بود و حالا از ملت نباید پرسیده شود طبعا باید پرسیده شود این که خارجی ها میگن خارجی ها خوب میفهمند که جایگاه حاکمیت فعلی در نزد ملت افغانستان به کجا هست اما فشارهای اقتصادی محتمل و فشارهای سیاسی در طول 18 ماه نابرابری های را دامن زده ما بخوایم یا نخوایم ولی نه پس است که توماس نیکلسن میگه که گذشته از توافق نامی دو میان امریکا و طالبان به امضا رسیده بر مبنای منشور سازمان ملل این نیاز است که قانون اساسی وجود داشته باشه حکومت بر اساس اراده مردم تمثیل شود چی خوب الان بس انتخابات را مطرح میکنه چی هم بس لوی جرگره گذشته از این که اونطور که شما میگین سواری سیاسی میکنه یا هم مغرزانه داره این موارد را مطرح میکنه ولی برای رسیدن به هدف که امارت اسلامی داره بحث تعامل با جامعه جهانی است بحث گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل است مجبور استن این مسیر را بپیمایه یا ببینین اگر تمام دنیا همین لحظه اعلام بکنن که افغانستان از فقر خلاص شد سلامت درآمد هر افغان ماهانه 1000 دلار است این میشه آیا اگر هدف حاکمیت کردن بر مبنای انتخابات هست در 20 سال جمهوریت درس خواندیم تحصیل کردیم و دو انتخابات را ما شاهد هستیم یکی در انتخابات پارلمانی که ما کاندید بودیم از آدرس کابل و یکم ریاست جمهوری به عنوان معاون اول در یک بله. در انتخاباتی ما دیدیم که اصل انتخابات به کجا هست مم. اما وقتی که میای انتخابات میشه بر اساس رای ملت وزیر خارجه آمریکا چیکار است که پرواز میکنه میای 50 50 با سپیدار تقسیم و قدرت سیاسی میکنه درست با بین جبهه شمال و جنوب و مابین سنا و پارلمان تقسیم قدرت میکنند آیا او جمهوری افغانستان نیاز برای نیاز برای انتخابات نیاز برای لوی جرگر نیست چون در در مورد هر دوش هم موگر های وجود داره در مورد دفت انتخابات که شما میگن بغن کشیده شده در افغانستان بس لوی جرگر هم میگه که زیاترش سفارشی بوده و سفارشی تصمیم گرفته شده پس چی شوه جناب شاهد بحث ما و شما ملت افغانستان هست ملت افغانستان تمام موضوعات رو خوب میفهمن تجزیه میکنن و تحلیل میکنن این که صدای خود بلند نمیکنن در طول 20 سال حضور خارجی ها هم ملت افغانستان با وصف ازی که شاید مفکوره مفکوره شون قبول نداشت اما سکوت اختیار کردن تا این که بعد از 20 سال چطور شد حکومت ها اما حرف این هست که خارجی ها اتحادی اتبا... اروپا امریکایی ها سازمان ملل آیا انتخابات های افغانستان را تجزیه نکردن تحلیل نکردن بعد از نشست در نشست بون که امریکایی ها در افغانستان حضور پیدا کرد سه مویجه بود بعدش آمد بعد در از یا مشروعیت داد در امریه افغانستان حکومت موقت انتقالی حامد کرزی تا روز آخری که جناب اشرف غنی از افغانستان برام با تعامل خارجی ها در تمام موضوعات سیاسی ما دخیل نبود بخوب این درست این مسائلی که بارها گفته شده که انتخابات در افغانستان به گند کشیده شد آنچه که باید نیاز بود و انتخابات شفاف می بود نشد بحث لوجرگر هم که میگه خب بسیاری ها کسانی که در قدرت بودن این سفارشی آماده ساختن به خاطر نفع خودشون اما مشکل داره اصل انتخابات اصل لوجرگر اگر به گونه آنچه واقعی است برگزار شود چون اینجا مطرح میکنه که اگر اسلامی به دنبال مشروعیت جهانی است باید ثابت بسازه که مردم پشتیبانی میکنه ازشان و دو راه داره که بعضی انتخابات است و بعضی لوی جرگن باید که چنین شوه ما هم میرا میگین از بعد و آمدن امارت اسلامی تا می لحظه برشان میگین که مشروعیت سیاسی زمانی میشه که وقتی که ما میتونین 5000 علمای کرام را ما در کابل جمع بکنیم 6000 شده در قندهار جمع بکنیم باید. یک چند هزار دیگه از متعهدین و متخصصینی که وابستگی های فرامنطقوی ندارن و کسهایی که خاصتا در بین افغانستان جنگ ها و مهاجرت ها باعث شد که اوها را همراه خود داشته باشن زیر یک سقف برازو بگین که ما چطور روابط سیاسی داخلی خود تنظیم بکنیم که به اساس از او ما روابط دیپلماتیک با جامعه جهانی داشته باشیم اما این ما بی فکر باشیم آمریکایی هایی که 20 سال حضور داشتن به ده ها هزار مردم افغانستان را به خاک خون کشیدند دو جبهه جنگ بر ما جور شد اوها به فکر ما هستن چینی نیست یک حماقت سیاسی هست اگر ما بی فکر باشیم که پاکستانی ها و ایرانی ها و کشورهای همسایه بر ما دلشون میسوزه باز هم یک حماقت است چرا او تطبیق عمق منافع سیاسی حاکمیت هایشان را در پروسه حکومتداری در افغانستان میخواهند حاکمیت مکلفیت داره به اساس اصل همو حاکمیت که تطبیق شریعت هست. میگن به ملت مراجعه بکنه اگر چنین کردن نابرابری های مستمر تمام نمیشه ممنون شما سپاسگزارم آقای سادات خب وقتی امارات اسلامی به این باور است که باید کرسی افغانستان را در سازمان ملل بگیره وقتی به این باور است که عضو جامعه جهانی باشه و قوانین سازمان ملل منشور سازمان ملل را خب باید بپذیره تا اینکه به اون جایگاهی برسه که برخورد همانند یک حکومت با حکومت سرپرست در افغانستان شده ولی توماس نیکلسون میگه که به علت تصمیم هایی که طالبان گرفته مسئله بر رسمیت شناختن به تاخیر رفته ولی هیچ کسی نمیگه که ما ایره بر رسمیت نمیشناسیم تا دا دائم ولی گفتن شرایط داره این شرایط را باید تکمیل کنن چرا فکر میکنین تعلل میکنه امارت اسلامی باور نداره به با این مسائلی که مطرح میشه یا فکر میکنه اگر اینها را بپذیره به این معنوس که مداخله کرده بیرونی ها در امور داخلی افغانستان به نظر ما به نظر شما به نظر مردم افغانستان اگر نیکلسن یا نزند و یارفاره نزند ما نیاز نداریم به قانون اساسی ما نیاز نداریم به یک نظام مقتدر ما نیاز نداریم به روابط جهانی ما نیاز نداریم به رضایت مردم مظلوم که چل سال بار جنگ کشیده اینا قزدن امی موضوعات میخوان سیاسی بسازن میخوان مسائل از سوژه بسازن تا که در مقابل از امارت اسلامی عکس عمل نشان بدن و یا اهداف طویل مدت خود میخوان به یک نوع تعقیب بکنن حال ما چطور بتونیم خود ما بدون نیکلسون امی موضوعات در نظر بگیریم ما با جان تعامل باید بکنیم یا نه اگر ما قراردادهای افغانستان را میخوایم از حالت نجات بدیم باید مطابق اصول اصل قراردادهای بین المللی تعامل بین داشته باشیم برای از نگاه رسمیت اگر میخوایم با کشورهای همسایه قراردادا رو داشته باشیم که از او یک نظارت صورت بگیره و سبا اگر تخطی صورت گرفت ما بتانیم دادخواهی بکنیم مشروعیت ما نیاز است پس نیازمندی های ما بیشتر است از دنیا که در این صورت ما چه باید بکنیم؟ چیزی که به ما ضرر ندارد، به اسلام ضرر ندارد، به کلتور ما ضرر ندارد، به فرهنگ ما ضرر ندارد، به جغرافیای ما ضرر ندارد، به وحدت ملی ما ضرر ندارد ما در اون رابطه باید ادیقل در طول 18 ماه، 19 ماه حداقل یک تصمیم بگیریم اوصله مندانه مدبرانه با شکلی که بتونیم رضایت الله را هم بیاریم رضایت مخلوق هم دست بیاریم و در دهن خارجی ها رو بسته کنیم دیگه بگم چی حرف داری برای چی میخوای در امور ما مداخله کنی کدام موضوع افغانستان باقی مانده در چوکات اسلام در چوکات فرهنگ ما در چوکات کلتور ما در چوکات قوانین لازم از این مملکت ما یک زندگی عادی رو باید آغاز بکنیم ما از اون حالت دیگه باید برایم ما میدان های جنگ رو باید بسته کنیم ما جنگ های نیاباتی رو باید ختم بکنیم ما بحانگیری های بیرونی ها رو باید ختم بکنیم دیگر لازم نیست که ما روی جنگ و دفاع از جنگ و در رای جنگ و برای برد جنگ سرمایه گذاری بکنیم ما باید در رای رفاع سرمایه گذاری بکنیم مو در رابطه به استخراج مو در خپل سرمایه‌ګزاري وکونيم مو در رابطه به با توسع بانکای خپل سرمایه‌ګزاري وکونيم مو در رابطه به توسع زراعت خپل سرمایه‌ګزاري وکونيم مو در رابطه به عقبمانی تعلیم او تحصیل کې مردم مظلوم افغانستان در چل سال از کاروان تمدن و تعالی قزدن عقب نگه داشته شده بر تعلیم و تحصیل از این شرایط مساعد نشده یک دو سال به نام کرونا ده سال به نام جنگ یک سال بیشتر از سال یک سال یا کلیم سال در این نظام جدید یعنی انسان های افغانی حق نداره که از زندگی خود یا بهرمند شوند یا استفاده درست بکنند یا زندگی مرفه داشته باشند یا دیگه نیاز ندانند که از افغانستان فرار بکنند برن ایران پاکستان اروپا برن همین شرایط زندگی مکلفیت حکومت هاست که مساعد بکنه که مردم بگه چی میخوای مثلا چه مشکل داری بگه مشکل دارم که مثلا از نگاه مکتب شفاخانه سرک زراعت مثلا بانک یا تجارت ی مشکلات دارم خب بفرمایید ادارات زیرب چرا وزارت خانه ایجاد شده چرا ولایت ایجاد شده چرا بندر ایجاد شده یعنی اینکه ای مردم تشکر. خدمات برشان آسانتر در هر جای ارائه بکن این از رای حل بدون از ای که ما خارجی ها را به اصطلاح یا خوب بگیم یا بد بگیم این نیاز ما است بسیار تشکر میکنم آقای افغانی رمتر که آقای سادات مگه چین دیگران بگویه یا نگو ولی این ها از مواردی است که افغانستان در شرایط فعلی به اون نیاز داره یک بحث دیگر را که آقای نیکلسون مطرح میکنه این است که مگه امارت اسلامی باید به صدای مردم گوش بده و از طرف دیگه باید اشخاص و افرادی را که در عضو طالبان در گذشته نبوده در حکومت جواب بده این بعضی حکومت فراگیر است و مسیر را از روی انتخابات و لوی جرگه برابر بکنه برای اینکه افغانستان بره به سوی ثبات و تعاملات شکل بگیره مگر این که اونا چه هدف را دنبال میکنه چون شما پیشتر در مورد اهداف غیر اینها صحبت کردین اما اصل حرف وقتی می حرف گفته میشه به نفع افغانستان نیست در سیاست اگه مقاله میگه منافع مهم نیست تعریف منافع مهم هست امروز آیا نکلسون برای ما این پیام را میده به خاطر از اینکه ما در افغانستان حاکمیت داشته باشیم که از شمال تا به جنوب از شرق تا به غرب یک حاکمیت باشه ما حاکمیت را میخواهیم داشته باشیم که در او حاکمیت ما مادن خود استخراج بکنیم ما حاکمیت را بر ما میخوان که ما داشته باشیم که ما وزیر خود سفیر خود والی خود تعین بکنیم آیا در طول 20 سال تمام همین قدم های نظامی و ملکی و فرامنطقوی که حاکمیت های افغانستان از ازیا مقرر نمیشد اگر چنین هست پس شما چطور در میز مذاکره رفتین در دوحه شش و معاهده امضا کردین اگر شما باورانه نبودین چطور شد ظلمه خلیلزاد آدمو روبای مکار که در طول چهل سال سیاست افغانستان را مدیریت کرد در زمان جهاد بر حق افغانستان هم که پدران ما و شما در جهاد مقاومت بودند به پاکستان می آمد پیسه می داد و معلومات استخباراتی را می داد. و آمد زمین سازی این شد که در افغانستان هم صحبت ادامه پیدا بکنه صلح و هدفش این بود که یک حکومت ملتفق از جمهوریت و امارت ساخته شود و ای که با رفتن اشرف میدان های جنگ مدیریت نشد اگر به خاصی از یوا میشد باید جنگ میومد به دروازه های کابل استاد میشد کلان شهر ها میشد همو آبادی را که افغانستان در طول 20 سال کرده بودند تا جور افغانستان کرده بودند باز بس مثل سوریه و یمن میشد اما او وقتی که چنین نشد فشار های اقتصادی را مدام محتمل کردند روابط دیپلماتیک را قطع کردند آمدند نمون نمایندگی سیاسی خود در قطر با دوباره فعال ساختند پیسه افغانستان بلاک شد آمد موضوع از این مطرح بحث شد که 10 میلیارد دلار پیسه افغانستان به خانواده مقتولین 11 سپتامبر ما می دین. اما در افغانستان بیش از 90 هزار نفر فقط از اردو پولیس از بین رفت خانواده هایشان به کجا هست سرنوشتشان به کجا هست ده ها هزار ملت افغانستان را شما آمدین بمباردمان های کور کردین اوها به کجا شد دو میدان جنگ برای ما تنظیم کردین در دو میدان جنگ ملت افغانستان پدرش مادرش خواهرش که اشکش ریخت آیا شما قم قم ما خوردین در ده در چند انتخابات تمثیلی که برای ما شما دایر کردین از زمان حامد کرزی تا رفتن اشرف آیا او جایگاه حق ملت افغانستان بو پرده شده بود افغانستان, نفسی افغانستان, نفسی افغانستان موارد که اشاره میکنه که باید در افغانستان عملی شوه مشخص در مورد بگوین اما اگر اجازه بدین یک وقفه بگیریم پس از وقفه بحث میکنیم رفت و برگشت کوتاه به ادامه نیمه روز خوش آمدید. آقای افغانی که صحبت میکردیم بسیار مشخص پرسیدم که گذشته از که اونا ممکن چیزهایی را بخواه با توجه به این موارد را اشاره میکنه ولی نفس این موضوع بحث انتخابات بس رضایت مردم بس فراد، گوش فرادادن به آنچه مردم میخواه مشکل داره؟ کار مردان روشنی و گرمی از کار دونان هیله و بشرمی است مشکل نداره <applause> اما مطرح بحث چی هست؟ آیا به واقعیت او به ملت افغانستان احترام دارن؟ احترام داشتن؟ اگر احترام داشتن ملت افغانستان در طول 20 سال حضورشان چی کردن؟ وقتی که بر ما میگن بحث حکومت همه شمول بله ما هم میگیم حکومت همه شمول او هم میگه حکومت همه شمول با مصرف دو ۳ تلیون ما در افغانستان حکومت همه شمول داشتیم ما پارلمان مستقل داشتیم ما سنای مستقل داشتیم ما وزیر والی مستقل داشتیم سفیر مستقل داشتیم ببینید چه مهم است که ما منافع ما کجا هست که امارات اسلامی مکلفیت داره که ملت مراجعه بکنه چرا حکومت کردن بر گرده های ملت هست بلد. وقتی که ملت در حاکمیت زندگی میکنه باید برش اقتصاد خوب برش بیاری بلد. باید برش امنیت خوب بیاری باید زمینه تحصیل را برش آماده بسازی امروز چرا او فاصله ها فیمو بین ملت و حکومت در حال اعمال شدن و داره در حال اضافه شدن هست یکی از مهمترین اصلش این موضوع تعلیم و تربیت هست بلد. امروز هم اگر همین موضوع یا مطرح بس قرار میدن بعد از 18 ماه چرا بعد از 3 ماه را نگفتن بعد از 4 ماه بعد از 5 ماه بعد از یک سال حاکمیت چرا این موضوع مطرح بس قرار ندادن امروز او خوب میفهمند که چطور موزه افغانستان را او آمدن مخورد ام مدباتی بود دادن چطور آمدن موضوعات را یا مدیریت میکنند. و چطور باز میخواین مهرها و افراد و اشخاص وابسته به خود را تحت نام های گوناگون و تحمیل بکنند در حاکمیت داری و در, در حکمت کردن امارت اسلامی را بعد مدنظر نظر داشته باشه خواستن هیئت رهبری امارت اسلامی وقتی که ملت افغانستان به این موضوع را قبول کرده و در حاکمیت که شما هستین زندگی میکنن شما بر اساس اصل تطبیق شریعت و حکومت داری اسلامی مکلفیت دارین هم تامین امنیتشان رو بکنید هم موضوعات دیگر که مطرح بحث بسیار تشکر ممنون آقای صادق آقای مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگه که نیازی به برگزاری انتخابات و هیچ برنامه دیگری هم نیست خب تا اینجای کار میبینیم که خواستهای جامعه جهانی بوده است ظاهرا امارت اسلامی تمکین نکرده در برابر همه این ولی اگر این مسائل را که حالا مطرح میکنه و میگه نیاز نیست تمکین صورت نگیره ادامه بسود سود افغانستان از گذشته از این که جهان به رسمیت نشناسه یعنی مردم و خود حکومت در شرایط خوب قرار خواهد گرفت با می وضعیت به نظر ما گفتن همچو حرف به شکل خلاصه از طرف نظام و سخنگوی نظام در شرایط کنونی یعنی لازم نبوده چرا ما به تفاهم نیاز داریم ما به هم دیگر پذیری نیاز داریم ما با اراده ملی تمثیل اراده ملی نیاز داریم ما با نو ساختار یک نظامی که با واقعیت بتواند قناعت مردم حاصل بکند تغییر یا تبدیل یا تحولات جدید در نظام ها رفت آمد دارد ولی مشکل اساسی و حرف اساسی است که هر حکومت برود مثل زمان داوود خان حکومت اشرف ولی داود خان در 20 فیصد غفلت ملامت کردن در رفاه ترقی آسایش و یا بعض مسائل دیگه مردم از داود خان اگرچه اون موضوعات دینی و اعتقادی و خیلی گپا داشت ولی مردم قضاوت میکنن که داود خان تقریبا جانب بود و یا هم بعد از اون تقریبا 20 تا یا 15 تا حکومت های و ریزه و زمان کم و زیاد آمد بستگی دارد به اینکه که ما چه رقم میتونیم خود از قضاوت تاریخ خلاص بکنیم فرصت ها خیلی کم است فرصت ها میاید من میخوام فشرده یک صحبت داشته باشم با یک موضوع را خواندم که گفت صاحب خانه در ترکیه برای کرایه نشین خود گفت که فردا اگر کرایه را بلند میکنی بلند که اگر نمیکنی برای اما وجود فردا یک تحول آمد که امو صاحب خانه و امو کرانشی نردوش رفته بود در پشت صف نانبایی برای گرفتن نان و کمکی استاده شده بود یعنی تغییر و تحول طبیعی و غیر طبیعی امکان پذیر است هیچ امکان نداره که ما بگیم همه چیز در اختیار ماست و ما ممثل اراده ممثل اراده هم هستیم و زمانم در اختیار ماست مکانم در اختیار ماست شرایطم در اختیار ماست با اندکترین تحول احتمال داره که وضعیت تغییر بکنه پس بستگی به چه داره بستگی داره که ما چطور میتونیم سنجیده طبق یک اصول طرز عمل در یک چوکات امی مسیر تعقیب بکنیم خدمات خدا بیشتر بکنیم رضایت مردم بیشتر حاصل بکنیم حمایت مردم بیشتر حاصل بکنیم دوام نظام دوام حکومته تضمین میکنه اگر ما آستا, آستا از مردم رو بگردانیم و مردم با اصطلاح پشت بکنیم خواسته های مردم در نظر نگیریم مشکلات رای حل پیدا نکنیم جهان در مقابلش قرار بگیریم و خلاصه مردم جواب بدیم که هیچ گپ هم نیست هیچ چیز هم نیاز نیست بازو وقت متوجه آدم باشه که دیگه این حال مثلا و این ای 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 که وقتی میگم مثلا نیاز برای انتخابات نیست به این مناسب که نیازی به دیدگاه مردم نیست یا دیدگاه کلی مردم نیست اگر ما تعریف از نظام اسلامی داشته باشیم مشروعیت نظام ها تنها با انتخابات و مسائل این در نظر نمیگیرند میگن که نظام اسلامی همی است که علما شیشتن انتخاب نو نظام کردن انتخاب خب ولی خب مردم بفهمد که کجا علما اگر پس چنین بود خود در ابتدا هم امیرالمومنین هم مرد علما انتخاب کرد مشروعیت نظام هم در لوی جرگه نفر عالم شیشتن پایتخت هم در اختیار شما است امکانات هم برای ساختار نظام دارن کمک جامعه جهانی ماست. پس چرا مشکل تا حال ادامه داره چرا راه حل پیدا نمیشه به این معنا است که اون چیزی که نیاز است او را در نظر نگرفتیم به خاطر از اینکه ما همه چیز را در نظر بگیریم و راه حل معقول سنجیده با فکر درست. پیدا بکنیم ای که مثلا بس مکاتب صورت میگیره یا بس پانتونا صورت میگیره یا بس کمکات صورت میگیره یا بازی های منطقی و جهانی به حد میشه شکر. که مثلا ما را وسیله و ابزار بسازن علیه یک کشور دیگه باید ما اون مو و ها را متوجه باشیم که دشمن از توطئه‌اش آرام ننشسته و توطئه داره کده میرن وقت وقت از یارگیری و خدای نخواسته ما باز در گیر جنگ های نیابتی و توطئه ها و دسیسه های دشمن های افغانستان نشویم ای سوالا و ای موضوعات و ای بحث ها و ای خبر دادن و خبر کردن و این نام فرستادن سناتور به وزیر خارجه و وزیر خارجه رفتن به کشور دیگه و کنفرانس های مدباطی ساختن و جامعه جهانی و میزای مدور یا تمام از این ها و دستیس ها ما از این ها و ها بیاموزیم و یاد بگیریم که دیگر ما شکار دشمن نشیم بسیار تشکر ممنون تن آقای افغانیار در این مدت بیش از یک و نیم سال که امارت اسلامی حاکمیت داره ما ده ها نشسته منطقوی و بین المللی را شاهد هستیم که جامعه جهانی های خودشان را مطرح میکنه ولی امارات اسلامی به این خواست تمکین نکرده آیا افغانستان در شرایط قرار داره که در تقابل با همه می کشورها قرار بگیره چون باور شما ای است که در گذشته بسیار از کشورها اینجا بودن و دموکراسی را آوردن نتونستن امور تمثیل بکنن نتونستن حکومت فراگیر تشکیل بده ولی حالا که اونا نیستن باز هم همون مسائل را مطرح میکنن امارت اسلامی مجبور است بپذیره یا باید در تقابل قرار بگیره نه خواستن که بر ما حکومت هم شمول ترتیب شود نه که ما اقتصاد خوب داشته باشیم نه خواستن که ما پیشرفت بکنیم چرا که افغانستان با پیشرفت افغانستان با ترقی و با ثبات به نفع کشورهای همسایه و فرامنطقوی نیست اگر در افغانستان میخواستن مدیریت میشد و زمانی که در نشست بون انجام شد همین حاکمیت فیلی که است و طالبان وقت بود چرا جایگاهش ملموس نبود در نشست بون چرا اعضای هیئت رهبریش در کابینه حضور نداشت چرا افراد و اشخاص مشخص و از احزاب و مشخص آمدن حاکمیت تقسیم قدرت وابه شد و اینا میپذیره بسیار ها میگه اشتباه بود حالا میگه درس اشتباه نبود و درس هم نبود او تطبیق پروژه شان بود همون تطبیق پروژه ادامه داره زمان حاکمیت فعلی ایره خوب می میفهمه پس چرا به ملت مراجعه نمیکنه بارها و با کرات برشان گفتین حاکمیت کردن بر گردهای ملت هست به ملت مراجعه بکنین وقتی که ملت با شما بود شما در طول 20 سال در مقابل 47 کشور استاد شده و با افتخار هم ما میگیم که ما پیروز میدان شدین پس این جای ظلم است که ما به ملت مراجعه نکنیم از همون ملت ما نخواهیم که شما چی میکنید همون ملتی که در 18 ما فقر اقتصادی را قبول کردن فشارهای سیاسی را قبول کردن گرده های خود را به فروش کردن اطفال خود را به فروش کردن با تمام نابرابری ها محتمل امروز استاده هستن امروز به سرک میبرای مادر افغان پدر افغان دستش به خاطر در و دراز هست و ما به ها ما منابع سرشار طبیعی داریم ببینید هدف این نیست که ما رو مدیریت بکنین امروز اگه خارجی ها برای ما تا حکومت داری رو حکومت کردن میگه هدف این است که وا چطوری رسما استفاده بکنن مف ببرن سالانه 47 میلیارد متر مکعب آب سرشار ما پنجابی استفاده میکنه ایرانی استفاده میکنه برق ما از ازبکستان پیسش را میدین برق سر ما قطع میکنن چرا همو در طول 20 سال مدیریت نشد و امروز که یا میخوان رو مدیریت کنن برنامه ها محتمل شده چیز دیگه میشه ایجا همو شکل که ما در گذشته گفتم و حال میگیم باید گفتمان بین الافغانی پیدا بکنه بر اساس تعریف واحد از منافع ملی موضوع قوم و سمت و گروپ و نژاد و مذهب و ملیت نباشه اگر تمام دنیا ما را به رسمیت بشناسه مو شکلی که در طول 20 سال شناخت اما با رفتن جمهوریت و آمدن امارات ما با فرق مواجه بودیم بر ما چی سود داشت اگر تمام دنیا ما را به رسمیت نشناسه و ما منابع خود مدیریت بکنین متعهدین و متخصصین خود در کابینه خود داشته باشین سردستان خان مردم خود نان مانده بتونین بگذارین که زندگی بر بشری داشته باشین ما. این نابرابری ها بر ما و دامن میزنند این نمیفهمه خب طبعا که میفهمم خب امارت اسلامی میگه که نیازی برای گفتمان هم نیست برای گفتگو هم نیست وقتی گفتگو هم گذشته اینمی و حکومت است و نیاز به انتخابات شما با ملت گفتگو, گفتگو باید شما با, با ملت گفتگو نمیکنین با سیاسیون گفتگو نمیکنین با جامعه جهانی گفتگو نمیکنین با افراد و اشخاص گفتگو نمیکنین با کی گفتگو میکنین آیا حکومت کردن چنین میشه و طبعا که خارجی ها باز برای ما دو خواب خواب دو میدان جنگ را میبینن همون شکلی که امروز کشورهای همسایه ما هم با هدایتشان میزبان افراد و اشخاص هستند از چهره سیاسی گذشته افغانستان که در افغانستان جنگ مدیریت بکنن همو کشورهایی که پای اولاد افغانستان به جنگ سوریه و عراق کشانده شد امروز به جنگ اوکراین و روسیه کشانده میشه و طبعا باز او فردا میخوان که بر ما اعمال بکنن باز فردا میخوان در ما یک حکومت را ما داشته باشن که پیش از او دست دراز باشه در موضوع تطبيق پروژه های سیاسی شون حاکمیت را بعد متوجه باشه بسیار تشکر میکنم ممنون آقای صادق خب امروز هم تاشکند میزبان نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در در مورد افغانستان است ما نشست های دیگر را هم داشتیم ولی تا اینجای کار میبینیم همه کشورها محتاطانه برخورد کرده در برابر امارات اسلامی و مخاصه را در حد اعلامیه و گفتار بیان کرده اگر ادامه پیدا بکنه می وضعیت و ما به یک راه میانه نرسیم با جامعه جهانی فکر میکنین سناریوهای های محتمل چی خواهد بود برای افغانستان چون اونا هم نگران های خودشان را و داشته چون گفتن اگر افغانستان در نزبا بمانه ممکن است که حراس افغانی رشد بکنه و این تهدیدی برای همه خواهد بود ما ضرر میکنیم خلاصه نه ازبکستان ضرر میکنه دی زیاد نه پاکستان نه ایران نه عربستان نه انگلیس نه امریکا بیشترین ضرر و کلانترین ضرر ما میکنیم با خاطر که اصطلاح آمیانه ما است که میگه جای میسوزه که دوچه آتش است. جان در موقعیت فعلا امی منطقه آسیا حالتی است که آمریکایی میخواهد یک جنگ کلان منطقه را در راه بندازد تشویق کرد اندیا را که با چینایا در تقابل قرار بگیرد پاکستان ناامن ساخته ایران با آذربایجان در کشمکش انداخته خود امریکا وزیر خارجه اش آمده آسیای میانه با وزیرای خارجه ملاقات میکنه که تا بتانه یک میدان هوایی بگیره و این مشکلات به هر شکل ممکن اعتماد از وار صدمه بزنه خلاصه همه چیز همه تلاش های خود کردن تا آخری حد میخواهد که مانع پیشرفت اقتصادی چین شود مانع آرامش منطقه شود که اگر وضعیت آرام شود رای زمینی چین باز شود مشکلات منطقهی حل شود دیگه با امریکایی ها نه کس تمکین میکنه نه رجوع میکنه و نه از امریکایی ها کس اطاعت میکنه خو هر کس شکمش سیر است و مثلا کاربار جور باشه مشکلاتش تفع شود چه نیاز است که از امریکایی ها فرمان ببره پس به ای خاطر امریکایی ها در تلاش هست که بر شکل ممکن منطقه رو نام بسازه تشکر آقای سید قریب الله صدات آگاه مسائل سیاسی و آقای دکتر محمد زلمه افغانیار رئیس جریان همبستگی ملت و افغانستان از حضور اردو مهمان گرامی به بحث